مکتب رویای بزرگ آموزش زبان دری. سلام دانش آموزان عزیز، با درس 24 سنف فورس امروز ما حرف کاف می باشه. هدف این درس چیست؟ پرسش ها. خب شاگردان عزیز، بیم قبل از آغاز متن به پرسش های زل پاسخ بده. خب می رسیم به متن درس ما که حرف کاف می باشه. پدر کار، اکرم کارگر است. خب میرسیم به بخش املا و هجای ما که حرف کاف می باشه. حرف کاف شکل پوریش به این شکل می باشه. یعنی شکل پوری حرف کاف به این شکل است. و شکل نیمه حرف کاف هم به این شکل می باشه. یعنی شکل نیمه شکل پوری حرف کاف را به خود می گیره و به این شکل نوشته بشه. مثلا اگر در یک کلمه ببینیم، مثلا در کلمه کبوتر. کبوتر که حرف اولان حرف کاف است و چون بعد از حرف کاف حرف بی آمده، یعنی بعد از حرف کاف یک حرف دیگه آمده، به می دلیل به شکل یک جای نوشته میشه و چسبیده و به شکل اینجا به حرفای کاف، بی، واو، تی، ری جداش میکنیم که در اینجا کاف به شکل پوره نوشته میشه، یعنی شکل نیمه و چسبیده رو به خود نمیگیره. و یا کلمه بعدی ما که کلمه کاسه میباشه. کاسه که نیز حرف اول آن حرف کاف است و چون بعد از حرف کاف حرف الف آمده، یعنی بعد از حرف کاف یک حرف دیگه آمده، به می دلیل به شکل چسبیده نوشته میشه و به خاطر ساخت یک کلمه از اینا استفاده میکنم. ولی به شکل اینجا برفای کاف، الف، سین و هگرده و یا هیدوچشمه جداش میکنیم که کاف در اینجا به شکل پوره نوشته میشه، یعنی شکل پوره رو به خود میگیره. و یا کلمه آخری ما که کلمه کتاب میباشه. کتاب که نیز حرف اولان حرف کاف است و چون بعد از حرف کاف حرف تی آمده، به می دلیل به شکل چسبیده و یک جای نوشته میشه. ولی به شکل جا برفای کاف، تی، الف و بی جداش میکنیم که در اینجا به شکل جا کاف به شکل پوره نوشته میشه، یعنی شکل پوره رو به خود میگیره و به شکل چسبیده نوشته نمیشه. مثلا اگه بخوایم در یک جمله ببینیم، مثلا در جمله اکرم کارگر است. اکرم کارگر است. مثلا اگه کلمه اکرم ببینیم، اکرم که حرف دومان حرف کاف است و چون بعد از حرف کاف حرف ری آمده، با می دلیل به شکل چسبیده نوشته میشه، ولی به شکل جا برفای الف، کاف، ری و میم جداش میکنیم که در اینجا کاف به شکل پوره نوشته میشه. و یا کلمه کار که کار حرف اولان حرف کاف است، به شکل چسبیده نوشته میشه، ولی به شکل جا برفای کاف، الف و ری جد... کار خانگی. خب شاگردان عزیز، در اینجا برای شما دو کار خانگی داده شده. خب میرسیم به درس بعدی ما که حرف گاف میباشه. هدف این درس چیست؟ پرسش ها. خب شاگردان عزیز، بین قبل از آغاز متن به پرسش های زل پاسخ بدهیم. خب میرسیم به متن درس ما که حرف گاف میباشه. گلاله گل ها گل. در فصل بهار گلهای لاله میرویند. خب میرسیم به بخش املا و هجای ما که حرف گاف میباشه. حرف گاف به این شکل نوشته میشه. یعنی شکل پوره حرف گاف به این شکل می باشه و شکل نیمه حرف گاف هم به این شکل می باشه. یعنی شکل نیمه شکل پوره حرف گاف را به خود می گیره و به این شکل نوشته میشه. مثلا اگر در یک کلمه ببینیم، مثلا در کلمه گاف، گاو. گاو که حرف اول آن حرف گاف است و چون بعد از حرف گاف حرف الف آمده، یعنی بعد از حرف گاف یک حرف دیگه آمده، به می دلیل به شکل چسبیده و یک جای نوشته میشه. ولی به شکل هجا برفای گاف، الف و واو جداش میکنیم که در اینجا گاف به شکل پوره نوشته میشه، یعنی شکل پوره رو به خود میگیره. و یا کلمه بعدی ما که کلمه گیلاس میباشه. گیلاس که نیز حرف اول آن حرف گاف است و چون بعد از حرف گاف حرف ی آمده، یعنی بعد از حرف گاف یک حرف دیگه آمده، به می دلیل به شکل چسبیده و یک جا نوشته میشه و به خاطر ساخت یک کلمه از این استفاده میکنن. ولی به شکل هجا برفای گاف، یا، لام، الف و سین جداش میکنیم که گاف در اینجا به شکل پوره نوشته میشه، یعنی شکل پوره رو به خود میگیره. و یا اگه در کلمه دیگه ببینیم، مثلا در کلمه گل. گل که نیز حرف اول شرف گاف است و چون بعد از حرف گاف حرف لام آمده، به می دلیل به شکل چسبیده و یک جای نوشته میشه، ولی به شکل اینجا برفای گاف و لام جداش میکنیم که گاف در اینجا به شکل پوره نوشته میشه، یعنی شکل پوره رو به خود میگیره. مثلا اگه در یک جمله ببینیم، مثلا در جمله گلاله گلها را دوست دارد. گلاله گلها را دوست دارد.
خب قسمی که میبینید شاگردای عزیز، گلاله حرف اول حرف گاف است و چون بعد از حرف گاف حرف لام آمده، به همین دلیل به شکل چسبیده و یک جای نوشته میشه. ولی به شکل جا برفای گاف، لام، الف، لام و یا جداش میکنیم که گاف در اینجا به شکل پوره نوشته میشه. و یا کلمه بعدی که گل میباشه، گل که نیز حرف اول آن حرف گاف است، چون بعد از حرف گاف حرف لام آمده، به همین دلیل به شکل چسبیده نوشته میشه، ولی به شکل جا برفای گاف و لام جداش میکنیم که گاف. کارخانگی. خب شاگردان عزیز، در اینجا برای شما دو کارخانگی داده شده. خب شاگردان عزیز، درس ما در اینجا به پایان رسیده. تا درس بعد شما رو به خدای پاک میسپارم.